اگرچه که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به روشنی اعلام کرده که هدف از تشکیل اجلاس ورشو تدوین استراتژی جدید آمریکا برای مقابله با افراط‌گرایی و حمایت رژیم ایران از تروریسم، اما با این حال سایت آتلانتیک در یک مطلب با عنوان در ورای نشست سران در لهستان چیست به جوانب این اجلاس پرداخته. برگزاری نشست بین‌المللی لهستان در مورد امنیت و ثبات خاورمیانه در روزهای 13 و 14 فوریه در ورشو به عنوان پدیده‌ای که کسی انتظارش را نداشت، نه فقط برای ایرانیان بلکه برای لهستانی‌ها هم شوک‌آور بود. لهستان یکی از متحدان مهم سیاسی و نظامی ایالات متحده است و شرکت‌های انرژی لهستانی پس از آنکه دونالد ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه رژیم ایران را دوباره اعمال کرد، تصمیم گرفتند از ایران خارج شوند. برگزاری نشست چند ملیتی درباره خاورمیانه در لهستان باعث شگفتی ورشو هم شد. پومپئو گفته است که این نشست بر روی ثبات و صلح و آزادی و امنیت خاورمیانه متمرکز خواهد بود و برای اطمینان از این است که رژیم ایران نفوذ بی‌ثبات کننده‌ای در خاورمیانه نداشته باشد. وزارت خارجه لهستان در بیانیه‌ای گفت جلسه وزرا در ورشو برای کشورهایی است که از بی‌ثباتی در منطقه نگران هستند. چه کشورهایی در این اجلاس حضور خواهد داشت؟ گزارش شده است که نزدیک به 70 کشور برای شرکت در این اجلاس دعوت شدند، اما از رژیم ایران برای شرکت در این اجلاس دعوت نشده است. به گفته رسانه‌های حکومتی ایران، فدریکا موگرینی به احتمال زیاد در این اجلاس حضور نخواهد داشت و سطح نمایندگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای شرکت در این اجلاس هنوز مشخص نشده است. در پی اعلام اجلاس ورشو، بنا به گزارش رسانه‌های لهستانی، سفارت ایران در ورشو صدور ویزا به شهروندان لهستانی را متوقف کرد. اگرچه این خبر بعداً برداشته شد، مقامات کنسولی لهستان به لهستانی‌ها در مورد سفر به ایران هشدار دادند و به آنها گفتند که ممکن است پس از ورود به تهران ویزای خود را در فرودگاه دریافت نکنند. اگرچه ورشو خواستار روابط خوب با تهران است، اما همکاری اقتصادیش با ایران در حد اقل ممکن است، در حالی که روابط نزدیک با ایالات متحده برایش بسیار مهم و حیاتی است.